کوروش صحتی، متولد سال 1357 تهران هستم و آغاز فعالیتام هم از حدود سال 1376 بود در ایران، که بعد از پیروزی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری بود و با توجه به سابقه خانوادگی که داشتم که قبلا فعال سیاسی بودن برخی از اعضای خانواده‌ام و حالا گروه های دیگه بودن که شاید من خیلی هم اونا رو قبول نداشتم، اما اون محیطی که در خانواده بود و اون جوی هم که بعدا در جامعه ایجاد شد، وارد فعالیت های سیاسی شدم. بعد از ورود به دانشگاه که آغاز فعالیت هم در دانشگاه آزاد ورامین که در واقع اونجا درس میخوندم، یک کانون مستقل دانشجویان درست کردیم به همراه چند تن از دوستانمون که البته مجوز فعالیت بهمون ندادن و همونجا تقریبا فعالیت هامون مسکوت موند، ولی با یه سری دیگه از دوستان آشنا شدیم در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان که آقای تبرزدی دبیر کل این گروه بود و تعدادی دیگه از دوستان آقای منوچهر محمدی بود اون موقع، روز دیگه که یک گروه سکولار و مستقل دانشجویی بود خارج از چارچوب حاکمیت، که بعد با اونا آشنا شدیم و پس از مدتی جبهه متحد دانشجویی از اتحاد میان چند گروه تشکیل شد که در ابتدا سه گروه بودن. در سال 1370 و آخرهای 76 بود به نظرم، یا اوایل 77 که رسما این جبهه متحد دانشجویی تشکیل شد و خب این به عنوان یک گروه مستقل خارج از چارچوب حاکمیت بود، همونطوری که اشاره کردم اجازه فعالیت به اون گستردگی بهش نمیدادن، مثل دفتر تحکیم وحدت که اون وقت بخشی از دولت اصلاحات بود. در واقع اوج فعالیت ما هم قبل از 18 تیر ماه 78 بود و پس از قتل‌های زنجیره‌ای که داریوش پروانه فروهر و برخی از اعضای کانون نویسندگان رو کشته بودن، ما بیشتر با گروه های سیاسی نزدیک شده بودیم، با گروه های سیاسی سکولار، و تو مراسم های مختلف شرکت میکردیم، نشست میذاشتیم، اونا رو دعوت میکردیم به نشست های خودمون و یک فضای خوبی ایجاد شده بود. خب میدونین که بعد از بسته شدن روزنامه سلام که نامه سعید امامی معاون وزیر اطلاعات به نمایندگان مجلس رو چاپ کرده بود که در اون خواستار محدود شدن بیشتر روزنامه و مطبوعات در ایران شده بود، دانشجویان اعتراض کردند که در شب 18 تیر ماه نیروهای انتظامی و انصار و حزب الله حمله کردند به کوی دانشگاه و خیلی از اعضای گروه ما رو بازداشت کردند، که منم در واقع میدونستم که اینها میخوان منو بازداشت بکنن، در منزل نبودم و به من گفتن اینها از طرف وزارت اطلاعات بودن که اومده بودن من رو دستگیر بکنن، و وقتی که اینها اومدن من که در منزل نبودم برادرم رو گرفتن و تا نیمه های شب نگه داشتن و به نوعی میخواستن تهدید بکنن که اگر من برنگردم این رو میبرن، و چون من واقعا نبودم دور شب آزادش کردن و خب من یه مدتی مخفی بودم و حکم های سنگینی صادر شد برای دوستانمون، حکم چهار نفر از این بچه ها محکوم به اعدام شدن، برخی حبس‌های طویل مدتی گرفتن. فضا که آروم شده بود دیگه به دنبال من نیومدن، من بعد یه مدتی مخفی بودم و برگشتم به تهران، اما در ابتدای سال 79 بود که دوباره بازداشت شدم، این بار هم توسط وزارت اطلاعات در دفتر روزنامه گزارش روز که اونجا کار میکردیم. این بار چهار تا من آدم گردن کلوپ با لباس شخصی اومدن توی دفتر، من هم نشسته بودم تو دفتر، بعد به منشی اونجا گفتن که ما دنبال کوروش صحتی میگردیم، من همونجا نشسته بودم، بعد من یه لحظه تصمیم گرفتم از در برم بیرون، گفتم نه حتما دم به درم هستن میگیرم، خلاصه نشستم و اون منشی هم همونجوری ترسیده و هیچی نمیگفت. بعد آقای تبرزدی دوستمون تو دفتر بغلی بود اومد بیرون و گفت بله، گفت دنبال ساعتی هستیم، گفت خب تو نشسته
خلاصه اومد گفتش به من که گفتن که بیا بعد بریم چند تا عکس از بهت نشون بدیم. دیگه معمولا تو ایران همینجوری میگن چهار تا عکس میخواییم بهت نشون بدیم یا یه سوال شب برمیگردی. بعدی من فهمیدم که دیگه حالا رفتیم، حالا چند ماه آب خنک بخوریم هیچی دیگه. بعد ما رو بردن و اینا هم ماه محرم بود، همشون هم پیرن سیاه انداخته بودن رو ریش و من رو انداختن تو ماشین و فقط هم نشستن و صدای نوهر زیاد کردن، بردنم تا اوین و اونجا منو تحویل دادن. بعد دیگه چشم بند بهم زدن و من فهمیدم که دیگه تو بند امنیتی وزارت اطلاعاتم که بند 209 بود و اونجا بازداشتم کردن. نگرم داشتن تو انفرادی که شبش معاون قاضی اومد اونجا که تفهیم اتهام میکنه اقدام علیه امنیت کشور. یه فردی بود به نام سید مجید پورسیف که بعدا هم برکنار شد و تمام بیشتر پرونده‌هایی که ما تو ایران داشتیم تو محدوده زمانی دست همین شعبه 26 بود که قاضی حداد معاون کنونی دادستان تهران، معاون سعید مرتضوی که همچنان هم معاون دادستان جدیدم هست. من در زندان بودم و در بند 209 اوین بودم. حدود یک ماه اول انفرادی بودم و بعدش بعد یک ماه من آوردن تو بند عمومی 209، اونجا وضعیتش بهتر بود و بعد منتقل کردن بند 3، سالن 3 بند 269 اوین آموزشگاه که اونجا مختص زندانیان سیاسی بود و اونجا وضع خوبی داشت. البته پیش از اون یه بند قرنطینه بود که اونجا ما رو بردن، خیلی وضعیت بدی داشت، مدتی با قرار وثیقه آزادم کردن ولی هنوز پروندم مفتوح بود. من در تاریخ 14 اسفند سال 1379 در دومین بازداشت بلند مدتم یک میتینگی داشتیم در دانشگاه تهران، مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق، سالگرد درگذشتش بود و وقتی که ما داشتیم از دانشگاه برمیگشتیم با دو تن از دوستانم آقای مبین و کاشیلو به سمت منزلمون میرفتیم، از خیابون کارگر میومدیم بالا امیرآباد، ناگهان چندین مرد قوی هیکل از پشت ما رو گرفتن، دهنمون رو و چشامون رو بستن، ماشیناشون رو پارک کرده بودن تو یک خیابون، یک قسمتی از خیابون امیرآباد هست که نرسیده به پارک لاله هست، یک مقدار خلوت‌تره و تاریک‌تره. اونجا ماشیناشون رو پارک کرده بودن تو خیابون بن‌بستی بود و اینکه مردم ما رو نبینن که این در واقع داریم بازداشت میشیم و اگر احیانا سر صدا بکنیم. که اومدن ما رو گرفتن، پرتمون کردن توی ماشینای خودشون و چشم بند بهمون زدن، منتقلمون کردن یک زندانی در حوالی میدان توپخانه تهران بود که در واقع اونجا مال حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بود و بعد از یادم میاد چند روزی بود تعطیل بود ایران، نمیدونم چه مناسبتی بود، اما چون ما رو بردن دادگاه انقلاب برگردوندن، قاضی نبود و اینا، خلاصه 3-4 روز ما در این بند بودیم در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که خیلی وضعیت واقعا ناگواری داشت، سلول کاملا سیاه بود، بسیار کثیف بود و 4 روز اونجا بود. بعد ما رو بردن دادگاه انقلاب شعبه 26، همون شعبه همیشگی که ما رو بازداشت میکردن و اونجا قاضی و معاونش گفتن که این دفعه شما رو یک جایی میبریم که عرب نینداخت، یعنی که دیگه یک جایی میبریم که واقعا وضعیت بدی داشته باشه. و پیش از اون هم آقای افشاری و مهندس صحابی رو بازداشت کرده بودن و هیچکس نمیدونست کجا و این تصور در ما ایجاد شد که احتمالا ما رو به همچین جای منتقل خواهند کرد که در واقع یک فشار بیشتری رو به ما بیارن. ولی من همون هینی که در راهرو دادگاه نشسته بودم از قاضی درخواست کرده بودم پیش از اون که اجازه بده به خانواده‌مون خبر بدیم و ایشون قبول نکرد. من در هینی که در دادگاه نشسته بودم یه آقای پیشم نشسته بود، به تلفن خونمو بهش دادم، گفتم لطف کن به این شماره زنگ بزن بگو من بازداشتم الان در این دادگاهم و منو دارن میبرن و اون گفت باشه حتما، مثلا نه ریشی داشت نه هیچی، خیلی هم ساده. بعد این بلند شد رفت تو دفتر قاضی و اومد، من متوجه شدم
داستانی هست و اون قاضی اومد گفتش حالا به مأمور ما شماره میدی و فلان و اینا. بعد اینا خودشون مال بعدن فهمیدیم که اینا مال اطلاعات سپاه بودن، ما رو بردن از توی این خیابون مقابل دادگاه انقلاب، خیابون معلم یه میوه و تره بار همون بغل بود، ما رو بردن اونجا. من با اینا از همون لحظه، همون مأموره که تلفن منو به اونا داده بود، شروع کردم جر و بحث کردن و اینا، که ناگهان یکیشون همون یه مشت زد تو صورتم و شروع کرد مرتی که قاچاقچی ساکت باشه اینا، چون مردم دو سه نفر برگشتن نگاه کردن، یعنی که یه جوری وانمود کنن که من اصلا زندانی سیاسی نیستم، چون تو دادگاه انقلاب برخی جرمای دیگر هم میبرن، مواد مخدر و اینا. قیافه من هم به مواد مخدری نمیخورد. اینا هم عصبی شدن و من رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و ماشینشون آوردن، من کلم رو کردن اون پایین، کلم رو کردن پایین و بردنم توی، حالا هی دور میزدن توی سطح شهر که ما مثلا جهتیابی نکنیم کجا دارم میبرم، ولی من از زیر چشمن، همون که کلم زیر بود، اون ساین تابلو سینما ایران رو دیدم، فهمیدم که کجا هستیم، سراح ملک. اون پشتش هم پادگان اشرت آباد بود که بعدها افشا شد که چه زندانی هست، و بردنم اونجا و دیگه از همون لحظه دستگیر، لباسامو گرفتن، لباس زندان دادن، وسایلامو گرفتن. همونجا هم خود اون محبت هم بازم با اون برخورد بدی داشتن، از شدت این ضرباتی که خورده بودم این قفسه سینم آسیب دیده بود، صورتم آسیب دیده بود، و همونجوری پرتم کردن توی سلول. سلولای انفرادی هم به شکل حرف تی انگلیسی بود، سلولای خیلی کوچیکی، 1.5 متر در 2 متر بود، ردیف پشت سر هم. و دیگه بازجویی های شبانه شروع شد، وقت خاصی نداشت، یعنی اکثر مواقع شبا بود، اما بعضی وقتا صبح زود میومدن، بعضی وقتا ساعت مشخصی نداشت، و چند نفر با هم میومدن ما رو گوشه یک اتاق بازجویی میذاشتن، یه صندلی رو به دیوار میشستیم و سوالای بازجویی رو میآوردن که ما جواب بدیم، و همیشه هم چشم‌بند داشتیم، یعنی از داخل سلول که میومدیم چشم‌بند رو نگهبان مینداخت توی سلول، چشم‌بند میزدیم میومدیم بیرون. و اتهامات واهی یکیشون این بود که مثلا شما با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط هستید و هدفتون اینه بعدا اقدامات مسلحانه بکنید، یا اتهامات اخلاقی، مثلا شما این اعضای گروه، این خانم با این در ارتباط، این با اون در ارتباط بوده، این مرد با این بود. و جالب اینه که همین اطلاعات سپاهی که الان دوباره در واقع قدرت رو در دست گرفته در کشور، و آقای طائب رئیس پیشین بسیج که یکی از مسئولان اصلی سرکوب بود، ایشون اون موقع در حفاظت اطلاعات سپاه بود و یکی از سربازجوهای اونجا بود. من همون موقع خاطرم هست که آقای طائب که مسئولیت مستقیم در سرکوب‌های بعد از انتخابات اخیر داشت، بعضی وقتا میومد زندان 59 و آقای طائب میومد اونجا در اتاق بازجویی و همه این بازجوها بلند می‌شدن حاج آقا سلام، حاج آقا سلام. البته هیچ کدوم از اونا اسم که نداشتن، همه حاجی بودن یا سید. من حدود 7 ماه، البته یک ماه در میان این قضایی که من تو زندان 59 بودم، منو منتقل کردن یه زندان دیگه به نام زندان پادگان جی که این مال حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بود، باز هم یک نهاد غیر قانونی بود که همون بحث اطلاعات موازی، یک دانشجو زندانی رو اصلا چه ربطی به وزارت دفاع داره. ما رو منتقل کردن اونجا که سلولمون زیر فرودگاه بود، صدای لرزش صدای هواپیما که میومد سلولمون میلرزید، و هر وقت که میومدیم برای دستشویی میومدن اتاقو تماما زیر و رو میکردن. البته اینم بگم که ما فقط تو زندان 59 و اشتاد آباد هیچی تو سلولمون نبود، فقط 3 تا پتو بود، یکی برای زیر، یکی برای رو، یکی زیر سر، و یه کتاب قرآن و مفاتیح، یه چی دیگه نبود. و خلاصه یک ماه من اونجا بودم که اونجا 2-3 نفر رو آوردن اونجا. بعد ها من شنیدم آقای تبرزدی بود، همین مبین بود، کاشیلو بود که این. و عرضم به حضورتون که ما در این زندان 59 خلاصه با در کنار این زندانیان ملی مذهبی به ویژه بودیم و برخی از دوستان خودمون در جبهه متحد دانشجویی که دوباره برامون گردوندن اونجا، و ماه آخرم منتقلم کردن دوباره زندان اوین.
زندان 59 بعد از چند روز از بازداشتمون اجازه تلفن بهم دادن، اما اجازه ملاقات نداشتم. حتی خانوادمون که مراجعه میکردن به دادگاه انقلاب، اونا میگفتن ما نمیتونیم بگیم ایشون کجا هستش و اصلا هیچ اطلاعاتی بهشون نمیدادن. میخواستن یک محیط بسیار رعب‌آور ایجاد بکنن حتی برای خانواده ها. و زندان 59 زندانی بود که مخصوص حفاظت اطلاعات سپاه بود در پادگان ولیعصر در تهران. پادگان ولیعصر در تهران خیلی بزرگه، در میدان سپاه عشرت آباد سابق، که چند بخش داره، هر بخشش مال یک نهادیه، یک قسمتش مال نیروی انتظامیه، یک قسمتش مال سپاه، یک قسمت حتی زمین یک سالن ورزشی داره و بیمارستان داره و این بخش یک زندان مخفی هستش، زندان علنی نیست که اون موقع فعال شده بود برای برخورد با فعالان دانشجویی و سیاسی داخل این پادگان. و گفتم من اون سلولاش هم به شکل تی بود که سلول‌های انفرادی روبروی هم بودن، 1.5 متر در 2 متر، و بعضی سلول‌ها چون همه سلول‌ها ما رو منتقل می‌کردن که همش توی سلول نباشیم، به نوعی بتونیم با سلول بغلی ارتباط برقرار کنیم، هی ما رو منتقل می‌کردن. یعنی 5-6 بار سلول منو عوض کردن. برخی از سلول‌ها یه پنجره کوچیکی بالا دیوار داشت که یه ذره هوا میومد، برخیش که اصلا اینم نداشت. و حموم هم هفته یک بار بود، 5 دقیقه، دستشویی هم روزی 4 بار میبردن و غذا هم که از زیر در میدادن. یعنی به هیچ عنوان ما بیرون نمیتونستیم بریم، البته در ماهای آخرش روزی 10 دقیقه با چشمبند میبردن توی یک حیات بسیار کوچیکی که فقط 10 دقیقه راه میرفتیم و میومدیم دوباره برامون میگردوندن تو سلول. اما در مورد ملاقات هم بعد از چندین ماه بالاخره خانواده ما تونستن یه وقت ملاقات بگیرن از دادگاه انقلاب. منتها من در لحظه بازداشتم چون مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودم و لباسامو گرفته بودن، همچنان لباسام خونی بود. اینا آوردن لباسام توی گونی بود، پر کردن توی سلول، من لباسا رو پوشیدم، من دیدم پیرانم هنوز خونی بود، خوش شده بود. اینو پوشیدم، کتم و روش پوشیدم و آماده شدم برم برای ملاقات که بدین ترتیب به خانوادم نشون بدم که چه وضعی داشتم. من اومدم و بازجو اومد، چشمندو به چشم زدن، آوردن پایین. بازجو اومد گفتش که خب حالا داری میری ملاقات و اینا و فلان و اینا، این یقمو اینجوری گرفت و زد بالا، دید اینجا هنوز خونی خوش شده. گفت خب حالا داری با این لباس میری که بگی اینجا ما تو رو کدکت زدیم، شکنجت کردیم، برگر برو تو سلول. خلاصه ملاقات همو کنسل کردن، ملاقات هم کنسل شد. بعد دوباره روز بعد اومدن گفتن که ما لباساتو باید ببریم خوششویی، پولش هم خودت از تو جیبت برمیداریم، کیفمو گرفته بودن تو دفتر بازداشتگاه و فردا میری ملاقات. و اون رو گرفتن، لباسام بردن خوشویی. خلاصه فردا رفتیم ملاقات، اونم ما نشسته بودیم با پدر مادرم روبرو، 4 تا مامورم اینجا که نمیذاشتن حرفی بزنیم اینا، و دوباره برم گردم. تنها ملاقاتی که من داشتم تو اون مدت فقط یک بار اونجوری بود. من آخرین مرتبه بازداشتم در فروردین سال 82 بود و پیش از اون هم من چند بار به دادگاه انقلاب احضار کرده بودم توسط معاون شعبه سید مجید پورسیف به صورت تلفنی، که این هم غیر قانونی بود و باید احضاریه کتبی می اومد و من حضور پیدا نکرده بودم، که در نهایت من در شهر سلماس وزارت اطلاعات من رو بازداشت کردم، فرستادن به دادگاه انقلاب و در اونجا حکم 6 سال حبس تعزیری، یعنی حکمی که بعدا میتونی تو دادگاه بهش اعتراض کنی و هنوز قطعی نشده. در واقع با همون حکم من رو فرستادن به زندان قصر تهران. زندان قصر تهران هم زندانی بود که پیش از انقلاب برای زندانیان سیاسی به کار برده میشد زمان شاه، ولی بعد از انقلاب زندانیان سیاسی رو دیگه اونجا نبرده بودن. در واقع ما باز هم جز اولین کسانی بودیم که پامون به اون زندان باز شد. چند زندانی سیاسی دیگه هم همزمان با من بردن اونجا، و اونجا به خاطر این بود که زندانیان عادی بودن، جرمای مختلف بودن، قتل، شرارت، آدم ربایی، بخشای مختلف،
که ما اونجا بیشتر تحت فشار باشیم. البته اولش خود زندان قصرم چند سالن و بند مختلف داره که من رو اول منتقل کردن به بند کلاهبرداری و مسائل مالی که از اونجا بردنم تو بند شرورا و قاتلا که اونجا واقعا وضعیت خیلی بدی داشت. سری آدمایی بودن زیر حکم اعدام بودن، حدود 300 نفر مثلا زیر حکم اعدام، بقیه آدمای شرور داخل زندان دعوا میشد، خون میپاشید رو در و دیوار، همدیگر رو میزدن و مواد مخدر به شدت اونجا رواج داشت و حتی خود رئیس زندان هم جرات نمیکرد بدون گارد و اون چیز بیاد مثلا اونجا سرکشی بکنه. مثلا بقیه جاها زندانای مثلا اوین بند سیاسی، خب اونا میمادن راحت تو بند رو میرفتن، انقدر اینجا فضای ناجوری داشت. مشابه اون چه بود که در زندان رجای شهر بود. البته من زندان رجای شهر نبودم، اما پیش از زندان قصر همین زندان رجای شهر رو در نظر گرفته بودن برای برخی از زندانیان سیاسی که اونا رو تحت فشار بذارن. که من حدود یک سال در این زندان بودم و حکمم در دادگاه تجدید نظر باز هم تایید شد، 6 سال حبسم، اما در دیوان عالی کشور شعبه 5 هیئت تشخیص اونجا حکمم به 2 سال کاهش پیدا کرد که من چون اون مدت رو گذرونده بودم، از اونم بیشتر گذرونده بودم، خود به خود آزاد شدم و این آخرین باری بود که بازداشت شدم.